سلام، سراغ یکی از مهمترین آثار سینمای کلاسیک اومدیم. همه چیز درباره ایو، فیلمی در ادای دین سینما به تئاتر با هنرنمایی بتی دیویس و آن بکستر. اول یه هشدار بدم، اگر از اون دسته افرادین که به جوونا و تازه کاره اطرافتون بدبین هستین و رشد دیگران در موقعیت‌های مشابه خودتون اذیتتون میکنه، این فیلم اصلا مناسب حالتون نیست و ممکنه شک ها و تردیداتون رو عمیق‌تر بکنه. این یادگاری جوزف مانکیویتس درامی سرشار از دیالوگ‌های پرتنشه که با 14 کاندیداتوری اسکار همچنان رکورد داره و تونسته اسم خودش رو در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سینما همچنان حفظ کنه. Yes, it does. قراره پشت صحنه های برادوی رو در قابی سینمایی تماشا بکنیم. دوستی ها و دشمنی ها، تپش های سرد در اوج تنش و کنش و واکنش های نمایشی با استعاره های قوی. حتما از تماشای این فیلم لذت خواهید برد، اما یادتون باشه اصلا از اون فیلم ها نیست که وسطش سرتون بره تو گوشی و پاشین به یک کاری برسیم. پس حتما گوشی رو سایلنت کنین و تنقلات برای یه ماراتون 2 ساعت و 20 دقیقه‌ای کنار دستتون آماده باشه. من امیر قوادم و شما این ویدیو رو از چنل کلوت میبینین. خوشحال میشم اگر با سابسکرایب و لایک و کامنت من رو در این مسیر حمایت کنین. داستان فیلم از زمان حال و مراسم اهدای جایزه سارا سدینز شروع میشه، با نمای بسته از نامی که روی پای مجسمه حک شده، ایو هرینگتون. راوی اول منتقدی در حال تشریح وضعیت حاکم بر سالن، عوض شور و شوقی که در چنین مراسم انتظار میره، با نماهایی بسته از افراد بهزده مواجهیم که فضا رو متشنج نشون میده. راوی سعی میکنه با صحبت از این وضعیت ما رو برای سوال اصلی آماده کنه. اما این ایو اصلا کی هست که قراره همه چیز رو دربارش بدونیم؟ خیلی زود راوی دوم کار رو دست میگیره. کارن ریچاردز از تاکسی پیاده میشه و در مقابل در پشتی دختری رو مشاهده میکنه که پیش از اون هم دیدته. دختر خودش رو یه هوادار پراپاگورس مارگو چاچینگ، بازیگر معروف تئاتر، معرفی میکنه که هیچ کدوم از اجراهای نمایش اخیرش رو از دست نداده و جالب این که برای برآمدن از هزینش بلیت تماشاگر ایستاده میخره. کارن تحت تاثیر قرار میگیره، ایو رو با خودش به پشت صحنه میبره تا شرایط ملاقات او با مارگو رو فراهم کنه. به هر حال او زن نویسنده تئاتر و دوستی خیلی نزدیکی با مارگو داره. با وجود ناخوشنودی مارگو با اصرار کارن ملاقات سر میگیره تا داستان ایو دل همه رو نرم کنه. The one that came from Washington to say that Eddie wasn't coming in. Eddie was dead. به حدی که مارگو به دوست پسرش بیل از حسی میگه که برای کمک به دختر در وجودش جون گرفته. به این ترتیب این دختره که هوادار شیفته که کم شباهت به فنهای امروزی بازیگرا و خواننده ها نیستش، به خونه زندگی مارگو راه پیدا میکنه. ایو مدیریت امور زندگی و کار مارگو رو دست میگیره. شیفتگی او در این نقش تا حدیه که کاراکتر او رو یکی از نقش های مهم لزبیان در سینمای کلاسیک به حساب میارن. اگرچه نگاه خود مانکوویتس به کاراکتر منفیه و ما از ابتدای ماجرا منتظریم که شاهد طغیان و سرکشی ایو باشیم و این اتفاق به فریبکارانه ترین روش ممکنم میفته، اما به هر حال کاراکترش از جمله نقش آفرینی های محبوب همجنسگرایان و دگرباشان جنسی بوده. گفته میشه ترس از کد هیز باعث شد این بخش از کاراکتر ایو در پس زمینه ماجرا بمونه و نمودش رو بیشتر از تمایلات و کنش های جنسی مشخص در نگاه های آن بکستر میشه یافت، چشمانی که خبر از سر درون میده. چه چیز ورق داستان رو برمیگردونه؟ شک های مارگو یا حسادت های بردی ندیمش؟ بردی You don't like Eve. You want an argument or an answer? An answer. No. کدوم یکی در انتقام مصمم ترن؟ کارن با بازی سلست هوم یا خود ایو؟ Why not? Why? I said to myself, not.
Also, the boot would land where it would do the most good for all concerned. کدوم مردها فریب میخورن و کدوماشون هوشیارانه با گامهای شمرده به سمت ایو میرن. Hello, this is Lloyd Richards. Where is Eve? Let me talk to her. Hello, Mr. Richards. Don't worry. Tell her I'll be right over. آیا عشقی واقعی هم در این ماجرا خودش رو نشون میده یا قرار داستانی سرشار از خیانت و نیرنگ تماشا کنیم؟ Everything's all right now. I guess at this point I'm what the French call the trap. این سوالات تا پایان فیلمم ذهن بیننده را به خودش مشغول نگه می‌داره. داستان البته در منطقی طبیعی به ذات انسان برمیگرده و هر کسی رو در جایگاه خودش خائن یا متعهد نشون میده. آدمای خاکستری که تو نور و سایه چهره‌های متفاوتی از خودشون به نمایش می‌ذارن. بعد نیست بدونید داستان اصلی نوشته خانم مری آوره و اون رو از زندگی واقعی یک بازیگر تئاتر به نام الیزابت برگنر الهام گرفته. داستانی به نام ذکاوت حوا. خانم برگنر در ماجرای مشابه یک طرفدار جوان رو به عنوان دستیار استخدام میکنه و اجازه میده به زندگیش وارد شه، اما بعد از اینکه این زن تلاش میکنه او رو تضعیف کنه از سخاوت خودش بد جور پشیمون میشه. برگنر از او تنها به نام دختر وحشتناک یاد میکنه، اما اور زمانی که داستان رو مینویسه شخصیت بیرحمانه تری بهش میده. البته کاراکتر ایو رو حتی برای سناریو هم تعدیل کردن، چرا که در داستان اصلی اون نه تنها شغل خانم بازیگر از چنگش در میاره که قاپ شوهرش رو هم میدزده و زندگیش رو هم متلاشی میکنه. مانکی ویست در سال 49 دنبال یه داستان با محوریت زن محسن میگشت و زمانی که این داستان به دستش رسید اون رو پسندید. آقای کارگردان وقتی قصه رو میخوند سوزان هیوارد رو در نقش اصلی تجسم کرد. او تعدادی از کاراکترهای قصه رو نگه داشت، به تعدادی کاراکتر به ماجرا اضافه کرد، از جمله بردی، مکس و ادیسون. زانوک هم البته در فیلمنامه دخالت‌هایی کرد تا ظرافت‌های به داستان اضافه شه، از جمله اینکه پیشنهاد کرد بی‌اعتمادی بردی ندیمه خانوم نسبت به ایو کم شه تا مخاطب دیرتر به شرارت او پی ببره. بریم نیم نگاهی به لیست بلند و بالای ستارگان درباره ایو بندازیم، فیلمی که با 4 کاندیدای زن در شب اسکار هنوز از این حیث رکورد داره. اول بریم سراغ نقش مارگو. با وجود علاقه شدید مانکی ویز به سوزان هیوارد، تهیه کننده او رو به خاطر سنش ریجکت کرد. مالین دیتریش چون زیادی آلمانی بود کنار گذاشته شد و گرترود لارنس به اصرار وکیلش بهشون نگفت. زانوک به باربارا استانویک علاقه داشت، اما او هم در دسترس نبود و تالولا بنکهد و جوان کرافورد هم به دلایل مشابه پای قرارداد نیومدند. نقش به کلودت کولبرت رسید، اما او به علت جراحت اندکی پیش از آغاز فیلم برداری کنارگیری کرد. حتی تا صحبت با اینگرید برگمن هم پیش رفتن تا اینکه در نهایت بتی دیویس به پروژه ملحق شد. اما داستان اضافه شدن آن بکستر به پروژه یکم بامزه تره. او که یک دهه رو در نقش‌های مکمل گذرونده بود و برای فیلم لبه تیغ در سال 1946 به جایزه اسکار نقش مکمل زن هم رسیده بود، اصلاً قرار نبود این نقش رو بازی کنه. در اصل قرار بود این رول رو بدن به جین کرین، اما او به خاطر بارداری از این پروژه کنار کشید. جالب این که این بارداری و کنار کشیدنش زانوک رو یه جورایی خوشحال کرد. اون زمان کرین در اوج محبوبیت خودش بود، اونم به خاطر قهرمان‌های دوست داشتنی که نقششون رو بازی می‌کرد. زانوک از اولم اعتقاد داشت او فاقد پریدی مورد نیاز برای این نقشه و بعیده مخاطبا به عنوان یه شخصیت فریبکار قبولش بکنن. نکتهش اینه که ایو توی فیلم هم به علت بارداری بازیگر رزرو نقش رو به دست میاره. تلما ریتر در دیگر فیلم تحسین شده مانکوویتس نامه‌ای به همسر ایفای نقش کرده بود و نقش بردی از اول برای او نوشته شد. سلست هوم که در سال 1947 اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو برای بازی در فیلم قرارداد شرافتمندانه به خونه برده بود، برای نقش کارن انتخاب شد. مارگو just doesn't miss performances. If she can walk, crawl or roll, she plays. جورج سندرز هم البته از اون دست بازیگرایی که بیشتر به نقش مکمل معروفن. او البته در این فیلم چنان درخشان ظاهر شد که در شب اسکار در بین لیست بلند بالای کاندیداهای همه چیز درباره ایو، او تنها کسی بود که جایزه رو شب به خونه برد. Now remember, as long as you live,
Never to laugh at me, at anything or anyone else, but never. گری مریل رو در نقش دوست پسر مارگو یا همون کارگردان تئاتر می‌بینیم و هیو مارلو همون آقای دراماتور یا نویسنده تئاتره، شوهر کارن. یکی از ستاره‌های اصلی فیلم البته خود مانکوویتس، کارگردانی که برنده دو جفت اسکار شده برای بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه که یه جفتش مرهون همین فیلمه. ما البته او رو به کارگردانی فیلم‌های چون جسوس سزار، کلوپاترا و ناگهان آخرین تابستان هم می‌شناسیم. این لابلای یادی هم از مرلین مونرو کنیم که اینجا هنوز ستاره نیستش و با یه نقش دست چندم داره گرم میکنه بیاد تو گود. مرلین در حالی برای نقش خانم کسول پذیرفته شد که سر نخواستنش دعوا بود و زانوک اصرار داشت برای کمدی مناسب تره. آخرم با لابلگری نقش رو گرفت، ولی وسط این درام واقعا داره یه نقش کمدی بازی میکنه. تکرم این لابلا ماجرا لو نره تا اگر فیلم رو هنوز ندیدین از لذت و هیجانش کم نشه. اما به هر حال فیلمی خواهید دید با دیالوگ‌های تئاتری، با اشاره مستقیم به مکبث در دل ماجرا. خطوط دیالوگ تئاتریه و بازی درخشان بتی دیویس و آن بکستر رو در روی هم به قنای داستان خیلی افزوده. تو جریان فیلم قضاوت‌های شخصی بیننده مدام شخصیت‌ها رو به چالش می‌کشه و البته مانکوویتس خودش رو در مقام یه قاضی قرار نمیده تا تصمیم‌گیری نهایی با بیننده باشه. در نقد‌های مختلف پیرامون فیلم چند شاخصه اصلی مورد توجه قرار گرفته. غیر از مسئله همجنس‌گرایی ایو، بحث همجنس‌ستیزی هم توی این داستان پررنگ جلوه می‌کنه. مثلا پروفسور کوربر معتقده با توجه به نظرات ضد همجنس‌گرایی فیلم، در اون همجنس‌ستیزی هم حتی تبلیغ میشه. به ویژه که گفته میشه مانکوویتس به شدت همجنس‌گرایان مرد و زن رو تحقیر می‌کرده، اگرچه خودش بعدها در مصاحبه‌ای خلاف این رو بیان می‌کنه. اما به هر حال توی این داستان رابطه مثبت و مؤثر مارگو با بیل و کارن با لوید در تضادی آشکار با رابطه بی عشق و اون شغل‌گرایی عقیم شخصیت‌های همجنس‌گرا یعنی ایو و ادیسون نشون داده میشه. البته از دیدگاه‌های فمینیستی با نقد‌های محکم‌تری مواجه میشیم. مثلا در تقابل قرار دادن زن مستقل با زن خونه‌دار و پیش بردن صحنه به نفع زن استاندارد جامعه مردسالار، توی مونولوگ‌های خشک بتی دیویس و معصومیت کارن مشهوده. مسائلی هم در خصوص تأثیرات منفی بالا رفتن سن زنا بر میزان نفوذ و تأثیرگذاریشون از زبان مارگو بیان میشه، تا جایی که او رو در 40 سالگی به عقب نشینی و پذیرفتن نقش سنتیش در جامعه وادار میکنه. امیدوارم اگر هنوز این فیلم رو ندیدین زودتر دست به کارشین و در اولین فرصت وقتی رو برای تماشاش کنار بذارین. مطابق معمول بریم یکی دو سکانس جذاب فیلم رو هم با هم ببینیم و این برنامه رو هم به پایان برسونیم. ایو لباس نمایش مارگو رو برداشته و داره خودش رو تو آینه با اون لباس برانداز میکنه، صحنه ای که از چشم مارگو هم دور نمیمونه. ایو We'd better let Mrs. Brown pick up the wardrobe. ماشین توی جاده میمونه و خانم بازیگر اجراش رو از دست میده و ما هم هنوز مثل مارگو دلیل عذرخواهی و پریشونی کارن رو نمیدونیم. What is that? Besides something spelled out in light bulbs, I mean. Slow curtain the end. You know how sorry I am about this. About what? This. I can't tell you how sorry I am. Destiny's merry pranks. After all, you didn't personally drain the gasoline tank yourself. ادیسون هوشمندانه هی سوالا رو سخت‌تر می‌کنه و به پروپای دخترک می‌پیچه تا ایو ناچار شه آخرین سلاحش رو رو کنه. You share my high opinion of San Francisco? Yes, I do. Horrible night when Margot first dazzled you from the stage. What theater was it in San Francisco? What? I'm about to go into the shower. I won't be able to hear you. Oh, we must make this a special night. You take charge. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین و بقیه ویدیوهای چنل به ویژه پلیلیست سینما کلاسیک رو از دست ندین. از همراهیتون سپاسگزارم.